خراغلاس ستړي مشي آغاز روز خبرونه پیل شو رحلمین دی ازه تاسو په درانه خدمت کیم تر راتلونکو لاسو بجو پر بل تاسو سره په خبرونه کې بیا هم په مختلفو موضوعاتو او خپل ملمنو سره بحثونه لرو که واخ مو درلود کابل چا پرسپانو ته هم سر ورخ کړه کو او همداراز زینو ولایتونو ته هم ورشو چې په ولایتونو کې تازه خبرونه سدي په سټوډیو کې اوس ملما لرم خغلای سید یاسین متین را سره په سټوډیو کې ملما دی سیاسی فعال دی په دغه وروستیو کې د منار جام د نړیدلو ویره زیاته شوې ده په غور ولایت کې د سیلابونو د راوتلو وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي حکومت غواړي چې د اوبو د راوتلو او د منار جام د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سموده مخکې ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې له ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره په همغږۍ د منار جام د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي ویل کیږي چې په پخوانیو انځورونو کې منار جام ثابت ولاړو خو اوس لږ د هریرود په طرف کوک شوی هم دی د منار ځینې محافظتي دیوالونه تیر کال تخریب شوي و چې اوس هم وروستیو کې سیلابونو دغه منار زیانمن کړی دی منار جام د څلور شپېته متر په اوږدوالي د شاوخوا اته سوه کلونو پخوا جوړ شوی دغه منار د غوریانو په دوره کې جوړ شوی چې دغه منار په 2002 کال کې د یونسکو په خپل میراثي فرهنګونو کې هم ثبت کړی دا چې اوس د دغه منار وضعیت څنګه دی تخریبي وضعیت څنګه ده ځکه په دغه وروستیو څو ورځو کې چې هلته سیلابونه راغلي ویل کیږي چې منار هغه کوم محافظتي دیوال چې هغه هم تخریب شوی په همدغه ټولو موضوعاتو له ښاغلي متین سره بحث لرو ښاغلي متین ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه منله کور ورن شو به له دې څخه وکړو چې تازه حال دغه منار څخه څنګه د وضعیت څنګه د اوس فعلان ځکه په دغه وروستیو کې داسې ویل کیږي چې سیلابونو زیات توان ورته اړولی مننه ژوندی اوسئ به نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما به تمام بیننده های عزیزی آغاز روز خدا کنه هم عزیزان ما صبح خوب و خوش آغاز کرده باشن ما بدبختانه بگوییم یا خوشبختانه بگوییم در کشور زندگی میکنیم هر روز چالش مشکلات بیشتر شده میره حوادث طبیعی و انتحار و انفجار در کل مسائل در افغانستان زیاد است و حالا که ما یک آثار تاریخی که به نام منار جام در سطح افغانستان و که در سطح جهان داریم به نام منار جام است و بدبختانه ما سالهای پیش هم صحبت های داشتیم با وزیر اطلاعات و فرهنگ با مسئولین که منار جام یگانه منار آثار تاریخی افغانستان است که در سطح ثبت یونسکو هم هست اما توجه جدی نکردن منار جام که 64 متر ارتفاع داره و دارای حکومت قریان ساخته شده و این قدمت 800 سال داره اما متاسفانه این ما داره میبینیم هر روز این منار تاریخی و یا آثار باستانی کشور ما رو به نابود یا رو به تخریب است که همونطور از مسئولین محلی گرفته تا مرکزی توجه جدی صورت نگرفتن و صورت نگرفته و نکردن بدبختانه و ما بارها از طریق می رسانه و دیگر رسانه ابراز نگرانی کردیم که منار جام یگانه آثار است باید دولت توجه بکنه یعنی فروپاشی یا تخریب منار جام باعث آبروریزی تمام مردم افغانستان به خصوص مسئولین محلی تا مرکزی است که یک لکه بدنامی بر اونها است که یک دیگه کشورها یک آثار تاریخ خود بسیار با وجه اصلش نگهداری میکنه از او حفاظت میکنه اما در افغانستان این آثارهای تاریخی نیت نه در غور بلکه در ایرات هم یاد این یک سری آثارهای تاریخی در ایرات هم که ما شاهد هستیم در حال نابودی است در حال تخریب است یک ضعف حکومت نشون میده که چقدر اینا مسئولین اطلاعات فرهنگ تا مسئولین محلی و ولایتی و مرکزی چقدر ضعف دارن و نتونستن به شکل وجه اصلش وظایف خود یا رسالت خود در قبال عبادات تاریخی اونا انجام بدن یک لکه بدنامی برای تمام مسئولین است و ای واقعا جای شرم است اگر منار جام یا دیگر آثار تاریخی ما از بین بره این گویا که یک هویت یا یک تاریخ چندین ساله ما از بین میره اوز دغه مشکلات مخکې مخکې تخریب شوو ځینې دیوالونه محافظتي دیوالونه په تېرو کلونو کې وران شوي وو له منځه تللي وو دغه مشکلات ولې محلي چارواکو نه لیدل دوی ولې بېغوري کړي په دې برخه کې ولې بېباکي کړي په دې برخه کې مسئولین محلي ما د هغو حدی نیست که اونا امکانات داشته باشن صلاحیت داشته باشن حد اقل خو کولی شي چې مثلا دغه د منار راپور چې د مرکزي حکومت اطلاعات کار از کار گذشته باشه به حد
که حداقل او در حال نهایت تخریب، در حال نهایت فروپاشی است، اینا اقدام میکنه. اگر اینا واقعا اون رسالت ایمانی و وجدانی خود در قبال عوادت تاریخی انجام میدادن، اونا همیشه حکومت گوشتت میکردن، مسئولین حکومت گوشتت میکردن، وزارت اطلاعات و فرهنگ گوشتت میکردن. اما وقتی که اونا گوشتت میکنن که واقع رخ میده و حادث رخ میده، بعد اینا میگن اکثر صدا میکنن یا کنفرانس خبری میکنن یا کلیپ به رسانه میتن که ما ابراز نگرانی خود کردیم، اما در عمل بیاین ثابت بکنیم. بیاین در مهم داره چه ولی مخکل مخکل جلوگیری نکی. بله، بعد پیش از پیش اینا جلوگیری میکردن، پیش از پیش اقدام میکردن. ما بارها دمی رسانه دمی تلویزیون ما گفتم که منار جم در حال تخریبی است، در حال فروپاشی است، اما متاسفانه کس صدای ما را نشنید. اگر حالا درست است وکلای ما مسئولین محلی تا این جامعه مدنی نمیدونم کجا کجا اینا میرن چند تا عکس نمایشی در ارگ و با اداره امور میگیرن که ما رفتیم و فلان امروز ملاقات کردیم، مشکلات تاریخی خود یا مشکلات منار جام یا دیگه مشکلاتی که در سطح جامعه است اونا را بیان کردیم، اما شما در عمل چی کردین؟ او رو در عمل ثابت بکنین. ما میرون با رئیس جمهور، با رئیس اجرایی، با معاونینش چهار تا عکس فیسبوکی میگیرم، امروز فلان امرای فلانیش نشست کردم، من عکس فیسبوکی هم گرفتم، یعنی رئیس جمهوری تو رو گفت، رئیس اجرایی تو گفت. اما وقتی که عمل چیزی نباشه، این نشستای فیسبوکی و یا نشستایی که در نمایشی باشه هیچ فایده نداره. یعنی مخکل در جلوگیری لپاره ده دی لپاره چه نورم تخریب نشی اقدامات نوشوی؟ ما قبلا هم گفتم که مسئولینی به کفایت که در اداره محلی است و مرکزی است متاسفانه اینا نتونستن، اگر امکاناتی هم که اگر وجود آمده یا از طرف بعضی نهادهای بین المللی کمک شده اونا ایف عمل شده، اختلاس شده و از چون سلسله مراتب داره، از جیب عمر میره، در جیب رئیس میره، در جیب فلان میره، در جیب احمد میره، در جیب محمود میره، اون پیسه به جایی که باید مصرف شده مصرف نمیشه و اون جایی که بعد دیوار استنادی 10 سال پیش، 20 سال پیش، 5 سال پیش حداقل اونجا جور میشد، او یک دیوار بسیار اونطور غیر معیاری را ساختن و دیوارم در اثر سیلاب و اثر باران از بین رفت و حالا وزیر حوادث طبیعی هم در غور رفت دید. اما تو وقتی که اقدام نکنی، عکس فیسبوکی بگیری و فایده نداره، بیا در عمل کمک تو نبکنین. حالا یونسکو در حد شایعه است که 2 میلیون دلار کمک میکنه، ما امیدوار هستیم که 2 میلیون دلار کمک بکنه و جایش مصرف شه و نه به ایف میل رئیس اطلاعات فرهنگ و یا مسئولین در زون و مسئولین در اطلاعات فرهنگ شه. این با این کارا خودتون شاید بدین که کارا بارها صورت گرفته، پیسه که یا پولی که اومده او پول به جایش مصرف نشده و با ما بودجه‌ای که بعد مشخص میشد با ما مصرف شد، مصرف نشد. این بارهای موضوع در افغانستان رخ داده، مسئولینی که در رأس قرار داره، مسئولینی بی کفایت، بی درایت، بی مسئولیت، خواب برده و تمام منا با قفلت هستن. اگر والی است، اگر رئیس اطلاعات فرهنگ است، اگر مسئولین دیگه زیر سرشون هست، اینا من متاسف به هستم که چرا شما یک سال پیش، 2 ماه پیش، 3 ماه پیش، با وجودی که میفهمیم غور ولایت کوهستانی است و هر لحظه احتمال سیلاب داره، هر لحظه احتمال حوادث طبیعی داره، چرا شما پیش از پیش این موضوع اقدام نکردید؟ پیش از پیش شما تاسو مسئولیت هم جوړیږي، تاسو مثلا څومره دغه مسئولیت تر سره کړی ده یا په ټوله کې د غور مدني فعالانو دغه مسئولیت څومره تر سره کړی چې حداقل په محلي چارواکو باندې یار وړوند مسئولینو باندې فشار راوړي چې مخکې له مخکې باید دوی اقدامات کړي وای. ببینین، حالا د اکثر موارد صدای فعالین مدني، صدای ژورنالیستا خفه میشه و حتی حاضر نمیشن شخصی گرد لپاره کار کسی که دادی پزر چی مثلا دولت پا کچه یا دولت پا فعالین مدنی هم پروژه‌ای هست، دهی شک نیست و اونا وقتی که براشون پروژه رسید، پول رسید، صداشون خاموش از وقتی که کم خرج شدن، جیبشون خالی شد، اونا باز اعتراض میکنن. این رقم فعالین مدنی ما کار نداره، ما فعالین مدنی حقیقی کار داریم، ما ژورنالیست های حقیقی کار داریم که اون خاص به خاطر رضای الله، خاص به خاطر رضای مردم کار بکنه و مشکلات مردم رو گوش زد بکنه، نه به خاطر که اگه جیبش خالی شد بره باز تظاهرات بکنه. این در افغانستان بسیار است، موضوع بسیار رخ میده بدبختانه. و من میگم چرا رئیس اطلاعات فرهنگ غور، تو که رئیس هستی، معاش میگیری، خواب هستی، چرا پیش از پیش اقدام نمیکردی؟ یک ماه پیش اقدام میکرده، 2 ماه پیش اقدام میکرده، اونجا کارگر روان میکرده، با وجودی که حالا گفت که ما 200 نفر کارگر اونجا اعزام کردیم و روان کردیم، اونا مردم محل بودن که با وجودی که خیلی سیلاب شدید بود و حدی بوده که مردم نمیتونستن که یعنی جلاب سیلاب بگیرن و بازم به اثر سعی و تلاش کوشش مردم محلی بود و تا حد دیره جلاب سیلاب گرفتن و در حال تخریب هست، در حال فروپاشی هست. اگر این دیوارش به شکل استاندارد و معیار جهانی ساخته نشه، ما مطمئن باشین که در
یک سیلاب دو سیلاب دیگه ما شاید فروپاشی آثار تاریخی کشور هستن که یک لکه بدنامی برای رئیس جمهور و رئیس اجرایی وزیر اطلاعات فرهنگ و والی غور و رئیس اطلاعات فرهنگ مسئولینی که در رأس هستن و معاش مفت میبرن. اونجا یه تاریخی اثر دا آثاری است که در سطح جهان اولین مناری است که خشتی و ارتفاعش بلندترین منار از سطح جهان. او داس ولکی زینه کتابونو که 800 زینه کتابونو که 9 سوا کاله قدامت په حق لولکی اوس پختنه دا چې اوس دا یو موقتی کار شو چې مثلا د تخریب مخنیوي وشي د دایمي حل لپاره ساده څنګه کول شو چې مثلا پراتلون کې کم که احیانه داسې سیلابونه راځي طبيع افتونه راځي مخنیوي وکول شو بل اخر دغه د نور تخریب مخه ونیسو. اینو ببینید مسئولین به کفایت که در رس باشه پیسې اختلاس نشه پول اختلاس نشه ما طرفدار ازی هستیم که هر چه زودتر دیوار استنادی به شکل معیاریش به شکل استانداردش ساخته شوه و جلوگیری شوه و از سیلاب در آینده بعد ما این فکر 10 سال 100 سال آینده باشیم که 100 سال آینده هم ما شاید نباشیم 10 سال آینده هم ما شاید نباشیم حداقل یک میراث خوب و نام خوب برای تاریخ داشته باشیم که دمی قرن 21 دمی تاریخ 1398 تا 1399 بالاتر از او ما این کسایی داشتیم که واقعا کار کرد به خاطر جلوگیری از فروپاشی منار جام. اینطور نشه که تاریخ بر علیه ما قضاوت بکنه که اینا خیانت کردن پولی که برای منار جام اختصاص داده شده بود و دوره عیف میل کردن واقعا این لکه بدنامی است برای ما و برای آینده کسایی که در آینده ها می باشند. این باید از این حال جلوگیری شود و پول به جای معینش مصرف شو و پول اختلاس نشو. اما من بازم شک دارم که پول اگر اختلاس شو باز اونمو مشکلات باز اونمو چالش ها باز اونمو فروپاشی منار جام است باز اونمو سیلاب است باز اونمو بارونا است باز اونمو مشکلات است و این باعث میشه که محصولونی ما باز خیانت کردن. امیدوار هستم که خیانت نکنن یا آثار تاریخی رو حفظ بکنن ازش مراقبت بکنن. در غیر اون میخوام بگم لکه بدنامی بر رویتون میمونه بر جایتون میمونه به تاریختون میمونه. پس بهتر است رئیس جمهور رئیس اجرایی وزیر اطلاعات فرهنگ معینین و کسایی که در رأس دفتر مرکزی وزارت اطلاعات فرهنگ هستند و کسی که در رئیس عبادات تاریخی است آقای عباسی در این مورد توجه بکنن اجازه ندن که پول ایف امل شو و پول به جیب چهار تا دوز دو فساد پیشه بره. واقعا ما نگران هستیم امیدوار هستیم که این پولی که اونسکو میتی و دیگر مردم کمک میکنه یا دولت کمک میکنه پول مصرف شو دیوار استنادی جور شو تا که بتونیم در آینده هم ما نگران از این نباشیم که منار جام از بین میره یا در اثر سیلاب یا در حوادث طبیعی یا در اثر بارونا و از بین میره. ایره بعد وزارت اطلاعات فرهنگ که مسئولیت ما ازف میکنه با شمول ژورنالیستا با شمول ژورنالیست های واقعی البته به شمول فعالین مدنی واقعی به شمول مردمی که در محل است و شمولی که اینا برون یک بررسی بکنن و پول نظارت بکنن. ما خودم شخصا این به تمام منا نظارتشون میکنیم و یک پول به جا مصرف نشه و اختلاس نشه. ما یو بل ما مشکل چې په دغه منار جام کې موجود دغه د خپل توازن ویل کیږي چې لاس اور کړی د هری روډ په طرف باندې اوس کوک شوی دی د دې لپاره حل لار څه د څنګه کول شي چې مثلا بل اخر په راتلونکي کې د نورم توازن لاس اور نکړي خدای مکه چې ونه نه چند سال پیش خودم یک سفر داشتم د منار جام دیدیم منار جام از نزدیک دیوار دور ای طرف چپ راستش البته دریای رای رود است این طرف قریه جام است یک دریاچه از دو طرف سرازیر میشه و منار جام فکر که میز است دریای رای رود خودم خدا دریای خروشان است دریای بزرگ است دریای کلان است که یک دیوار تقریبا 6 آدم متری هست که این دیوار در کنار دریای رای رود است که زیر منار است و یک دیوار دیگه که من چند سال پیش دیدم از سنگ این را ساخته بودن فقط سیم داخل سیم شکل چوکات کرده بودن ایره و این طبعا ای از بین میره و هر کوچکترین سیلاب هم که باشه از بین میره و این دیوار هم کفایت نمیکنه. دیوار که از طرف دریای رای رود است این دیوار باید بیشتر بلند شو و شکل معیاری ترش ساخته شو تا که یعنی از دریای رای رود هم اگر سیلاب می آید جلوگیری بکنه. همونطور این طرف چپش که دریاچه جام است که قریه جام از اونجا می آید اونجا باید یک تیم انجینری یک تیم کاملا ورزیده و فهمیده و مسلکی که در راستای بازسازی دریاچه ها و جوچه ها هستند و انجینرهایی که در این راستا سالها کار کردن و یک تیم در اونجا موظف شده او را بررسی بکنه بعد نقطه ضعف را پیدا بکنه که ما چی باید کنیم. بعد میشه که این جلوگیری که در غیر اون
یکی باز یک چند تا سنگ به سر دیوارش بچینن و چند تا سیم رند اونجا جا به جا بکنن یا چند تا چند موتر یا چند بیل خاک و ریگ بندازن واقعا هیچ چیز اثری نمیکنه. یعنی اساسی کار به اساسی معیاری استاندارد پخته کاری شده با کیفیت بسیار بلند. در غیر اون یعنی هر سال ما شاهد هستیم که سیلاب میکنه، هر سال ما شاهد هستیم که باران می باشه و غور خودت میفهمه که ولایت کوهستانی است و منار جمع در یک دره قرار گرفته و یک جایی است که کاملا یعنی تاریخی و دور از یعنی از شهر است و یک جایی است که داسې ویل کیږي چې یونسکو $2 میلیون د دغه منار د جوړولو لپاره مرسته کوي. اوس دا ډیر رقم ده، فکر کوي چې څومره په ځای باندې ولګول شي، څومره په راتلونکي کې دغه خطر چې اوس موجود ده د تخریب خطر یا نور مشکلات لري، دا د توازن خطر دغه لمنځه لاړ شي، بالاخره په اساسي ډول ورغول شي. ببینید اگر واقعا پول به شکل اجتانش مصرف شوه، $2 میلیون خیلی پول است و این پول میتونه یعنی خیلی کار بکنه در اونجا و دیوار بهترین دیوار در اونجا ساخته شو با تیم مسلکی با تیم مهندسای بسیار خوبی ما. اما ما بازم نگرانی هستیم که پول اختلاس نشه و حتی این پول میتونه این نوشته هایی که از بین رفته تزیین شده در روی منار تا از سر منار تا پایین منار از این نوشته های قرآنی هست، خط قرآن است که در دوران سابق این نوشته شده و میتونه که اینا رو هم حتی ترمیم بکنه و یک تیم بسیار با مسلک رفعی با تخصص باشه در غیر اون و ای که یک تیم غیر مسلکی و غیر رفعی بره باز اونا سر در نمی آورند. یونسکو نظارت سمره مهمه ده چه دوی مثلا کبیر در راقول کیگی مستقیما یونسکو پا دوی باید نظارت ولری؟ دقیقا یونسکو خو وظیفه ایش است که نظارت بکنه، ما وظیفه ماست نظارت بکنیم، همه مردم افغانستان، همه شهروندان غور، همه مردم محل در اونجا که حضور دارن رسالت ایمانی و وجدانیشون است که از نظارت بکنه که پولی که در کجا مصرف میشه آیا واقعا به شکل استاندارد ساخته میشه، آیا به شکل معیاری اینا میخوان جور کنن یا اینکه باز یکی ایره ساختن یک دو سال بعد که گذشت باز سر صدا کنن که پول کفایت نکرد و این به شکل درست ساخته نشده. امیدوار هستیم که این پولی که مصرف میشه باید به شکل استاندارد مصرف شد. اما ما تنوز هم میگیم پول مطمئن نیستن که پول میتونه فکر کنم دغه مدیریت آل داشتا په محلی چارواکو کې چې پر درست دی باندې او په مستقیم باندې به کفایت مدیریت در غور ولی به اساس تیم دا اونجا اومده، به اساس حال چند روز بعد کمپاین ها و رقابت های انتخاباتی شروع میشه، به اساس اومده که یک چهار روز اونجا معاش خود بگیره و فردا هم که حکومت وحدت ملی فرش ختم شد میره و خانه خود میشینه، یک چند پول هم بخواد جمع میکنه، یک نام کسب میکنه که من والی بودم یک 4 سال یا 5 سال دغور دیگه کدام کار بنیادی نکرده و این ضعف مدیریت داره، غفلت داره، نمیتونه به شکل درست مدیریت بکنه. غور ولایت کوهستانی است، غور ولایت تاریخی است، غور ولایتی است که مردمشون بسیار مردم با فرهنگ، مردم بردبار است که از صبر مردم استفاده میکنن دیگه اینا واقعا نمیشرمن، باید حکومت از این صبر مردم غور بشرمه کد و این قدر که این مردم صبر میکنن و سلام میکنن در قبال شما که قومندان امنی هست اگه والی هست بی کفایت ترین مردم رو روان میکنین. حالا ببینین در یعنی در والی خونی شکل ولی شطول کارون در مخته یوسی مثلا حالتا در اطلاع و فرهنگ وزارت نماینده ریاست در اغوی داره نمایندهاشون دارد نمایندهاشون در مسئولیتون تقسیم شوی دیزه کار مسئولیت هر سوک باید خپل مسئولیت رو خب اونا به اساس تیم است، به اساس روابط است، نه به اساس شایستگی و لیاقت. یک تعداد جوان های ما که واقعا به اساس لیاقت شایستگی رفتن اگه اونا میخوان کار بکنن اونا را اجازه نمیتن یا سرشون فشار است یا اونا رختار میتن که تو کار نکو کار نکو مجبور میشه یا جوان ما استفا میته یا یکی مجبور است به مطابق میل اونا کار بکنه. در افغانستان این چیز بسیار مروج است. حالا ببینید حوادث حسابی نه تنها در منار جمع یعنی خسارات وارد کرده بلکه در ولسوالی طوله که معمولا بیشتر از 200 باب دکان یعنی از بین برده و امیدوار هستیم وزارت حوادث حسابی که اونجا رفته سفر کرده وزیر یعنی توجه جدیتر بکنه و مردم همونطور در ولسوالی شرک در کل ولایت غور میال اکثر جاها این حوادث طبیعی زیاد رخ داده و سیلاب زیاد کرده، زمین ها را تخریب کرده، خانه ها را تخریب کرده، دکان ها را تخریب کرده. امیدوار هستم اداره محلی و اداره محلی چی میگه؟ میگه ما جاهایی که تحت حاکمیت ماست کمک روان میکنیم، کمک میفرستیم، هم یک دو مواد بخیر اگر زنده باشم و مگه بتونن در صورت در غیر اون اینه وسایی که طالب است، حاکمیت طالب است، در اونجا میگه ما نمیتونیم که اون دغه منار جام چه دلته هم دیتی وضعیت څنګه ده؟
وجود در یک جای است که اوقدر دشمن در اونجا حاکمیت نداره، اما اگر دشمن بخواد یعنی حکومتی که از کسان کولش به آسانی سر التلاش نمیتونه، به غیر از اینکه چرخ صاحب خوب بود، 4 سال پیش خوب بود، 2 سال 3 سال پیش خوب بود، ما میتونیم بریم. یعنی ان فکر کو یو ویلات شاید، یعنی ویلات شاید ممدای چې دا تخریب شوه، چې مثلا امنیتی ځواکونه یا پټوله کې ول شو چې مسولین نشي کوله په آسانی سر التلاش. بله دقیقاً، نزی سخه یو یک سرکش بنایت خراب است، تقریبا 70 یا کمتر یا بیشتر کیلومتر فاصله داره از مرکز، از ولسوالی شرک هم تو 40 یا کمتر یا بیشتر دقیقاً نمی‌دونم که چند کیلومتر از خود ولسوالی شرک فاصله داره، اما با آسونی مسئولین ما نمیتونه به غیر از اینکه از طریق هوا برون، اما تو از بالای منار جم یک سر بزنن، عکسایش بگیرن و یک چند تا عکس فیسبوکی و سلفی هم بگیرن که ما آمدیم رفتیم و منار جم دیدار کردیم. اگر اونا واقعا میخواهند که منار جم از بین نره، بیاین جرأت بکنین، از روی زمین بروین، ببینین خودت نظر چشم دید خودم تو به شکل طبیعی ببینین که واقعا چی است، از داخل شیشه، از داخل تئوره، از پشت شیشه دیگه خیلی فاصله داره، خیلی فرق داره. سیاسی فعال سید یاسین متین کرمدان دیر جان دوباره به ادامه برنامه آغاز روز از آریانا نیوز با من به استودیو خوش آمدید. بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با وضعیت امنیتی سمت شمال که با آمدن ماه مبارک رمضان وضعیت امنیتی در سمت شمال بهبود یافته یا خیر. بیشتر صحبت میکنیم با همکار ما انوشه انصاری که از استودیو برق در اسکای با ما هستن. سلام انوشه، به خودت و میشه که در نخست بگویی که تازه ترین ها از ولایت های سمت شمال چی است؟ بخشنده و مهربان، عرض سلام ادب دارم خدمت شما همکار گرامی و تمامی بینندگان عزیز. امیدوارم خوب و صحتمند باشین. در مورد تازه ترین رویدادهای امنیتی و وضعیت امنیتی شمال برتان بگم که در تازه ترین مورد در ولایت فاریاب درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان صورت گرفته که در این درگیری تلفات سنگین به مخالفان وارد شده و به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده. سخنگوی پلیس فاریاب در صحبتی که با رسانه ها داشتن از کشته و زخمی شدن 17 عضو گروه طالبان در جریان درگیری های ولسوالی دولت آباد فاریاب خبر داده و همچنان در جریان این درگیری ها گفته میشه که مقداری سلاح و جنگ افزار مخالفان هم به دست نیروهای امنیتی افتاده و فعلا وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی هست. و از طرفی هم در ولایت‌های بلخ، سرپل، جوزجان، بغلان و دیگر بخش‌های شمال و همچنان شمال شرق با فرارسیدن ماه رمضان و در جریان ماه رمضان مسئولان امنیتی از اتخاذ تدابیر شدید به خاطر تأمین امنیت روزها و شب‌های ماه رمضان و خصوص در جریان شب به خاطر تأمین امنیت نمازگزاران اطمینان دادن. و از طرفی هم عملیات‌های زیر نام شاهین 204 در ولایت بلخ و شاهین 203 در ولایت سرپل جریان داره که در ولایت بلخ هرچند این عملیات ها پردستاورد خوانده میشه و مقام های امنیتی میگن که وضعیت بهتر شده و در این اواخر هم گواه ناامنی یا تحرکات مخالفان نبودیم، اما از ولایت سرپل اعضای شورای ولایتی و مردم این ولایت از بی دستاورد بودن عملیات شاهین 203 انتقاد دارن و میگن که این عملیات که بیشتر از یک ماه را در بر گرفت آنگونه که باید نقاطی که زیر سلطه طالبان بود پاکسازی نشده و هنوز هم گروه طالبان در این بخش ها تحرکات دارن که مایه نگرانی مردم هست. و از طرفی هم در ولایت سمنگان هرچند که مسئولان از اتخاذ تدابیر امنیتی به خاطر تامین امنیت در روزها و شبهای ماه رمضان اطمینان میتن، همچنان این مسئولان میگن که در جریان 2 ماه اخیر بیشتر از 100 تن در ولایت سمنگان در پیوند به جرایم مختلف دستگیر شدن که افرادی که دستگیر شدن مرتکب به جرم های مانند قتل، سرقت از منازل و راهزنی بودند و همچنان در مجروحیت افراد و برخی جرائم دیگر در سطح ولایت سمنگان دست داشتند که مردم و مقام های امنیتی بازداشت این افراد را در بهبود وضع امنیتی مؤثر می دانند. و در ولایت جوزجان هم هرچند گروه طالبان در جریان ماه‌های اخیر و بخصوص در حتی در ماه مبارک رمضان تحرکاتی داشتند در بخش‌های از این ولایت،
اما تازه ترین گزارش ها نشان می دهد که وضعیت امنیتی در جوزجان هم رو به بهبود هست و فعلا اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داره. نشا جان میشه که بگوی قسمی که پیشتر خودت هم اشاره داشتی با آمدن ماه مبارک رمضان چقدر حملات گروه های مخالفان مسلح دولت در اکثریت مناطق ولایت های سمت شمال افزایش یافته و آیا حملات هوایی و زمینی برای تصفیهوی این ولایت هایی که ولسوالی هایش که به دست گروه مخالفان مسلح دولت قرار داره صورت گرفته؟ اگر هم صورت گرفته چقدر قناعت بخش بوده؟ همچنان مسافرین هم خیلی ناراض هستن و شکایت دارن، میگن مشکلات امنیتی در بخش شاهراها بیشتر وجود داره و چقدر شاهراهایی که سمت شمال به ولایت های دیگر وصل است بخصوص به مرکز چقدر امن است و چقدر ناامن است؟ بله، در جریان روزها و ماهای اخیر بخصوص مسافران مسیرهای سرپل جوزجان، سرپل بلخ و جوزجان بلخ و همچنان مسیر بغلان کابل که از شاهراه عمومی شمال هست نگرانی داشتن از حضور مخالفان و از ایستهای بازرسی که مخالفان در این مسیرها ایجاد میکنن و باعث آزار و اذیت مردم میشن، اما نیروهای امنیتی و قلوردی 209 شاهین به خاطر پاکسازی این مناطق و به خصوص شاهراهای شمال عملیات‌هایی را روی دست گرفتن و حملات هوایی بارها صورت گرفت در این مناطق که به گفته مقام‌های امنیتی هر بار تلفات سنگین به طالبان وارد شده و مخالفان از شاهراها و مناطقی که زیر سلطه‌شان بود متواری شدند به دیگر بخش‌ها، اما هنوز هم وضعیت برای مردم آنگونه که باید قناعت بخش نیست و مخصوص بازرگانان و کسانی که از این مسیرها رفت آمده بیشتر دارن نگران این هستن که هر بار باید به مخالفان باج بدن تا بتانن مسئولیت جان و مال خود را حفظ کنن و از این مسیرها رفت آمد کرده بتانن. در تازه ترین مورد پلیس بغلان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در شاهراهای این ولایت خبر داده و همچنان در سطح شهر پلخمری ایستهای بازرسی بیشتر شده تا مسافرانی که قصد سفر از ولایت‌های شمال و مرکز را دارند بتوانند از شاهراه بغلان و در فضای امن عبور کنند و خطری اونا را تهدید نکنند. قلوردی 209 شاهین که در سطح شمال مسئولیت تامین امنیت را دارد همچنان از نه تنها در داخل ولایت ها و ولسوالی ها عملیات های را روی دست دارد بلکه در هماهنگی با سایر نیروهای امنیتی ولایت های شمال به خاطر تامین امنیت شاهراها هم برنامه هایی را روی دست دارند و بخصوص این نیروهای امنیتی در سطح شمال با نزدیک شدن عید سعید فطر این تدابیر را شدت بخشیدند تا مردم کسانی که تصمیم دارن از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کنن بتونن به خاطر آسوده به سفر برون. انشا جان میشه که دقیقاً بگویی بیشتر کدام شهرها زیر تهدید امنیتی قرار داره و اینکه امروز 21 ماه مبارک رمضان است تا 9 روز دیگر به عید مانده و به خاطر نزدیک شدن عید چقدر تدابیر شدید امنیتی در سمت شمال گرفته شده؟ بله، قسمی که خدمتتون عرض کردم شاهراه بلخ جوزجان مسیری بود که مدتها مورد تهدید مخالفان بود و بارها در این مسیر مثال بازرگانان مورد تهدید و آزار و اذیت مخالفان قرار گرفتن و اموال بازرگانی به سرقت رفت و حتی از این مسیر بارها افراد اشخاص از سوی مخالفان ربوده شدن که البته در جریان ماهای اخیر مسیر بلخ جوزجان بیشتر از دیگر نقاط ناامن بود و در کنار او مسیر سرپل جوزجان هم گواه تهدید مخالفان بود و مردم با بیم از این مسیر عبور می‌کردند. همچنان شاهراه قندوز تخار که در شمال شرق هست بارها نگرانی شده و در ماهای اخیر ولایت شمال شرقی تخار و همچنان قندوز هم گواه بیشتر شدن تحرکات مخالفان هست که مردم این مناطق تقاضا دارن نیروهای امنیتی به خاطر بهبود امنیت برنامه های عملیاتی وسیع و گسترده را راه اندازی کنن.
تا مخالفان از این ولایت ها مخالفان در این ولایت ها سرکوب شوند و وضعیت به گونه کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار بگیرد تا مردم بتوانند در فضای آرام زندگی کنند و به امور کاریشان بپردازند و گشت و گذارشان بخصوص از یک ولایت به یک ولایت دیگر و سفر کردنشان از یک ولایت به ولایت دیگر با چنین مشکلاتی روبرو نشه. گذشته از مشکلات امنیتی که در سمت شمال وجود داره، همچنان متضررین و بیجا شدگان سیلاب ها و جنگ هایی که از دیگر ولایت ها به بلخ آمدن، وضعیت این متضررین در بلخ فعلا چگونه است؟ آیا در ماه مبارک رمضان برشان کمک های صورت گرفته یا خیر؟ خب در جریان ماه های اخیر که امنیت در بخش های از شمال بدتر شده، خانواده های زیادی از ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل و حتی ولایت قندوز و همچنان ولسوالی های ناامن ولایت بلخ به مرکز شهر مزار به مرکز ولایت بلخ شهر مزار شریف بیجا شدن که مقام های در ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ با امکانات دست داشتهشان و کمک های برخی نهادهای داخلی و خارجی تا اندازه‌ای به این خانواده ها کمک رسانی کردند، اما این مقام ها هم میگن که امکاناتشان کافی نیست و شمار خانواده ها بیشتر هست که نیاز به توجه بیشتر از سوی نهادهای داخلی و خارجی هست تا بتانن به این خانواده ها حداقل بر مدت کوتاه مواد اولیه خوراکی و امکانات اولیه زندگی را برسانن، چرا که فعلا هم هوا گرم هست و خردسالان و کهنسالان این خانواده های بیجا شده با مشکل روبرو هستند و بعضی از اونا بیمار هستند که به توجه و رسیدگی بیشتر ضرورت دارند. در کنار کسانی که از ولایت های داخلی بیجا شدن، از کشورهای بیرونی هم بسیاری خانواده ها در جریان سال جاری به ولایت بلخ بازگشت کردند که این خانواده ها هم به توجه و رسیدگی ضرورت دارند و خواستشان این هست که مقام ها در ولایت بلخ بر اونا امکانات اولیه زندگی یا محل بود و باش فراهم بسازند، که البته فراهم ساختن محل بود و باش برای بازگشت کنندگان از کشورهای بیرونی و یا بیجا شدگان داخلی کار ساده ای نیست و ریاست امور مهاجرین بلخ هم قسمی که بارها گفتن امکانات کافی به خاطر فراهم سازی سرپناه بر تمام بیجا شده ها و عودت کنندگان را ندارن و با امکانات کمی که دارن تنها شاید 300 یا 400 خانواده ای که از دیگر ولایت ها به بلخ آمدن برشان سرپناه ایجاد شده، و در کنار از او در جریان ماهای مختلف و به طور منظم به برخی از این بیجا شدگان کمک رسانی شده که البته این روند هنوز هم جریان داره. خب اندیشه جا میشه که در قسمت ازی بگویی با آمدن ماه مبارک رمضان همچنان گفته میشه که در ولایت بلخ به خصوص در ولایت های سمت شمال مواد خوراکه بسیار قیمتش افزایش پیدا کرده، همچنان بسیاری از شهروندانی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند زیاد از این روند ناراض هستند و همچنان دکانداران و فروشندگان میگویند که مواد خوراکه با بالا رفتن دلار قیمتش بالا رفته. این مشکل، این معضل چقدر مشکلات را به شهروندان ایجاد کرده؟ بله، با فرارسیدن ماه مبارک رمضان شکایت بیشتر باشندگان ولایت های بلخ، جوزجان، سرپل و دیگر بخش های شمال از این بود که نرخ مواد خوراکی به خصوص مواد اولیه ای که مورد نیاز تمام خانواده ها هست بلند رفته و حتی برخی خانواده ها شکایت داشتن از این که قادر نیستند در جریان ماه رمضان نیازمندی خانوادهشان را تامین کنند و به خصوص با شرایط بیکاری و درآمد پایین بیشتر اقشار جامعه این شکایت ها بارها گفته شده، اما آنگونه که باید رسیدگی صورت نگرفته. برخی نهادها از جمله شهرداری، اتاق تجارت و برخی ارگان های دیگر که میگن نظارت میکنن از بازار، اونا هم حاکمیت نظام بازار آزاد را مطرح می سازند و گاهی میگن که نظام بازار بر اساس عرضه و تقاضا تغییر میکنه و کنترل کامل نمیتونن داشته باشن، و از طرفی هم قسمی که شما اشاره کردین فروشندگان با نزدیک شدن ماه رمضان نرخ ها را بالا میبرند و بیشتر مواقع بلند رفتن بهای دلار و خریداری اقلام خوراکی و غیر خوراکی و دلار را
بهانه می دانند به خاطر بلند بردن نرخ ها که این موضوع بر مردم قناعت بخش نیست و مردم شمال از مسئولان تقاضا دارند که نظارت داشته باشند حداقل از نرخ ها در جریان ماه مبارک رمضان تا تمام خانواده ها بخصوص کسانی که کم درآمد هستند و خانواده های فقیر بتونند نیازمندیشان را در جریان ماه مبارک رمضان تامین کنند که البته هنوز هم نرخ ها در سطح شمال در سطح بالا قرار داره و هیچ تغییری رونما نشده. تشکر همکار عزیز از خودت. درود دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید. چالش ها در درون مجلس نمایندگان پابرجاست و اعضای کمیته رسیدگی به این معضل میگویند که از لحاظ حقوقی و قانون آقای رحمانی رئیس مجلس است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان ادامه این وضعیت را پذیرفتنی نمیدانند و میگویند که برخی از حلقات ملت را به گروگان گرفتند. برای بحث بیشتر در این مورد آقای رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در استودیو با ما هستن. سلام آقای بشردوست، به شما خوش آمد به برنامه. علیکم السلام، تشکر از دعوتشون. سلامت باشین آقای بشردوست. میشه که در نخست بگوین اگر این وکیلان واقعا نماینده های مردم هستن، چرا به جایی که به کار اساسی خود شروع کنن، کار اساسی خود را به کار اساسی خود ادامه بدن، به خاطر رئیس کرسی مجلس تنش های را به میان آوردن و جنجال دارن و تا امروز هم جنجال های مجلس حل نشده؟ به نام حق و به یاد شهدا سلام گرم و به تمام بینندگان شما. متاسفانه شما یک مسئله را منتشر کردین که یک انفجار هم صورت گرفته، تعداد هموطنان ما زخمی و شهید شده باشند. وقتی میبینیم که مردم در چی حال است، حالت مردم فقر و گرسنگی و تجاوز و کشتار و این چیزها را هر روز زندگی میکنن و از طرف وکلا در چی خیال است، نمایندگانی مردم که خود نمایندگانی مردم میدانن اینا چی خیال پلاو میزنن. متاسفانه یکی از دلایل اساسی که ما امروز در پارلمان شاهد هستیم در اولسی جرگه، جنگ بالای چوکی و جیب است. چوکی اولسی جرگه درآمد داره، یعنی جیب پر میکنه و جیب است که چوکی اولسی رئیسی اولسی جرگه را میخره. ای در طول دوران گذشته هم بوده، دوری 15 در دوری 16 کسانی که سرمایه گذاری میکردن بالای چوکی، به خاطر که چوکی وقتی نشستی ای پر درآمد است، میتونه که دلار از هر طرف بگیری، میتونه که افرادت مقرر کنی، جای به جای کنی، مثل که قبلا هم کردن. و از طرف دیگر برای گرفتن چوکی باید پول مصرف کنی، دلار مصرف کنی. بنابراین در این دوره وضع فاجعه‌آمیزتر از هم است، بخاطر که ما میبینیم که دلار سلاسا پخش میشود. صحبتی که من در روسی جرگه داشتم، من گفتم که قانون اساسی و قانون انتخابات میگوید انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه باید صورت بگیرد. بر اساس خب از انتخاباتی که صورت گرفته چقدر یک انتخابات شفاف و عادلانه آزاد بوده؟ به این صورت نبوده، به خاطر که وقتی که شروع شد رای گیری، من چون رئیس موقت گفته بود شما اعتراض نمیتونین، مطاب اگه مشکلی است پرزه با من روان کنین. من پرزه به رئیس موقت روان کردم که طبق قانون انتخابات وقتی انتخابات شروع می شود، رای گیری شروع می شود، در محل رای گیری یعنی در تالار کاندیدان و طرفدارانش حقی کمپین ندارد. ما در اونجا از چشم خود هم رئیس می دید، هم وکلا می دید که هم نفرای اصولی هم رحمانی از اعضای فامیلشان طرفدارانشان کمپین می کرد. و از طرف دیگر در یک مقطعی رسید که دو تا رای دهنده رفتن در پالوی صندوق رای، اینا با هم در واقع تکمار کردن. وقتی که نام این کار کردن، رئیس موقت اعلان کرد که رأی شما باطل است و وکلای تعدادش چکچک هم کردن، کف هم زدن. اونمو دو تا رأی دهنده از پیش ریش رئیس تیر میشه، از پیش ریش وکلا به اصطلاح تیر میشه، رأی خود به صندوق میگذارن، اما یک وکیل نیست که اعتراض کنه خب رئیس اعلان کرد که رأی شما باطل است، پس چرا مانع نمیشین که رأی در صندوق گذاشته شود؟ و از طرف دیگر وقتی که نمایندگان مردم رأی خود، اراده خود را، شرف و عزت و وجدان خود را در مقابل دلار میفروشن، اما طور که من در روسی جرگه گفتم جای اینها در پول چرخی است، نه در پارلمان افغانستان، نه در نمایندگی مردم. هر کدام اینها پیسه توزیع کرد و اینا باید به سالمالی معرفی شد. شما اشاره کردین، همچنان گفته میشه که به خاطر همین انتخابات در مجلس پول هایی که شما اشاره داشتین توزیع شده. خب بیشتر پول ها از سوی کی ها توزیع شده؟ پول ها بیشتر از طریق رحمانی توزیع میشد، از طریق اصولی توزیع میشد،
متاسفانه نه تنها در این داره در دورهای قبل می کار صورت می گرفت و ما امیدوار هستیم که اگر واقعا نمایده مردم پاک هستند اولین کاری که باید صورت بگیرد اینا به سارانوالی معرفی شود. من مطمئن هستم که سارانوال و محکمه ما طبق قانون جزا هر وکیل که بخواید او باید جواب بگه و او باید بیدوهام گرفته شده. اما کسی که فرض کن که من بشر دوست رئیس اولیسی جرگه می شوم توسط دلار، من میرم با شما که رئیسی اولیسی جرگه انگلستان هستین، با شما یک ملاقات دارم، در چشم من شما چی میبینید؟ یک انسانی که رای خریده، یک انسانی که دلار مصرف کرده، یک انسانی که به دموکراسی به انتخابات عقیده نداشته، یک انسانی که به چال و فریب آمده، این هیچ گناه حیثیت برای من و من نمیتونم که با او رئیس اولیسی جرگه فلان کشور که از طریق رای آزاد شفاف عادلانه آمده با او واقعا صحبت کنم. بنابراین من امیدوار هستم که اگر تعدادی دوری 17 میخواهیم درست گذاشته شود، هم اصولی هم رحمانی اینا به لوی سرنوالی معرفی شود، طبق عدلی و قضایی باید اینا تحت تحقیق قرار بگیرد و جایشان به نظر من در زندان است، نه در اولیسی جرگه. همچنان آقای بشر دوست، مردم توقع داشتن که نماینده های انتخاب کنند که در آینده مستر خدمت به مردم و به جامعه باشند. چه فکر میکنید حالا که این همه تنش هایی که در مجلس به میان آمده در مجلس وجود داره، مردم از این نماینده ها چی توقع میتونن داشته باشن؟ همچنان گفته میشه که این نماینده ها تنها اهداف خود دنبال میکنن مثل سابق. اصل مسئول این همه بدبختی، فاجعه، بی‌عزتی، بی‌عزتی افغانستان در دوش اینمی مردم است. و جز 30%شان که ما به یقین هستیم که 30%شان که من افتخار دارم در کابل حداقل رأیشان میگیرم بدون پول، بدون پلاو، بدون مسئله قوم، مذهب، تنظیم، زبان و حتی در محلشان که میریم پروگرام ما را سیدی ما را میخرن، ما را چای میدن، نان میدن، بینشان میریم کمپین میکنیم. دیگه مردم ما 60%شان به کی رای داد؟ به یک شکم پلاو رای دادن. عالی نتیجهش میبینن. من همون زمان گفتم که پلاویشان بخورین، پولیشان بگیرین، اما رای ندین که به دوزخ میروین. وقتی که به دوزخیان رای میدهن باید دوزخ هم با چشم ببینن. چرا مردم رای داد؟ به یک چادر. خب آیا فکر میکنین که تمام این نماینده ها از طریق رای مردم از رای پاک به پارلمان راه یافتن؟ من معتقد هستم که تعداد زیادشان متاسفانه رای پاک نداشتن، به خاطری که بر اساس کمپین بین مردم رفتن اینا نیامدن. یک تعدادی هست که اینا کمپین کردن بین مردم رفتن و تعداد زیاد اینا از ارگان های دولتی هستن، قبلا هم در ارگان های دولتی بودن و در ارگان های دولتی شورای ولایتی بودن و نمیدونم فلان و فلان، در آنجا هم فعال نبودن به خاطر که شورای ولایتی ولایت های ما اگه درست می بود حداقل ولایتشان به سرحد به این فاجعه نمی رسید. متاسفانه امروز کسی که پیش از دیگرا به دوزخ میره موکلی نیست که به اینا رای داد، به خاطر گفت از قوم من است، ازاره گریسنه به هزاره ای رای داده که این هزاره دلان کروزر داره، خانهش در خارج است، در افغانستان نیست، در برچی خوب بگذار، در برچی خوب نیست، بین او فقیر نشینی جای بپلان و گریسنه، حتی در کارتی چار و در وزیر اکبرخان هم نیست، یا پشتونی گریسنه زیر خیمه رفت به پشتونی رای داد که او از ده میتر بوی پلاو میاد، لان کروزر قصد داره، تاجیکش، ازبکش، پشتیست. امروز اساسی ترین مشکل مردم است که باید پاسخ بگوید چرا به اینا رای دادین؟ شما چرا اینا برای به پارلمان روان کردین؟ کدامشان بین تان آمد پروگرام داشت؟ ما بچه های تاجیک بسیار پاک داشتیم، مبارز، روشنفکر، کاندید بود، کمپین میکردن، بین مردم رفتن، اما متاسفانه به اونا رای نداد. همچنین بچه های هزاره، پاک، صادق، ازبک یا پشتون به کسانی رای دادن که چیزی که در دیگ است او در کاسه میبراید. این دیگ این مردم 70%ش، من نمیگم کلیشان، 70%ش اینمی دیگ در پارلمان روان کرده، یک دیگ بخار انفجاری روان کرده که روز اول این انفجار کرده. خب آقای بشر دوست، همچنان انتخاباتی که در مجلس صورت گرفت با گرفتن 100 و گذشت از یک رای که فعلا سرنوشت یک رای مال مشخص نیست، با گرفتن 123 آرا، یعنی بیشترین آرا، آقای رحمانی رئیس مجلس انتخاب شد و همچنان آقای کمال ناصر اصولی 55 رای گرفتن، از رای آقای کمال ناصر اصولی کرده رای باطل بیشتر بود، 53 رای باطل بود و همچنان 13 رای سفید بود و همچنان 131 نماینده هم گفتن که
آقای رحمانی رئیس مجلس است و آقای رحمانی را ما به عنوان رئیس مجلس قبول داریم و کسی هم نمیتونه در این زمینه کار را انجام بده و همچنان به خاطر این چالش هایی که پیش آمده بود 27 نفر هیئت هم تعیین شد. بعد بررسی های 27 نفر هیئت 16 هیئت تایید کردن که یک رای باطل نیست و 11 نفر هم تایید نکردن. پس این همه مشکل و این همه چالش رو تنش به خاطر چی است در حالی که یعنی بیشترین آرا آقای رحمانی گرفته و 131 نماینده هم میگن که آقای رحمانی رئیس مجلس است؟ نقطه اولی که من روش تاکید میکنم این است که برای شخص من آقای رحمانی اصولی هیچ فرق ندارد، اما مطلع ما است که سین زرد برادر سین است که ما او را بیادبی نشوه آوردیم به این که مولی سرخ برادر مولی سفید است. برای نظر من مولی سرخ مولی سفید است. یک مسئله. هیچ برای من هیچ کدام فرق نداره. متا چون این بی‌طرفی اصولی که ما داریم، من به یقین دستم که اگر همین 247 وکیل اعلان کنه امروز که رحمانی رئیس اولش جرگه است، نیست. به خاطر که بر اساس قانون اصول وظایف داخلی نیامده. در آغاز جلسه نصاب میشه. نصاب اعلان میشه 247، اینمی رئیس موقت، این که ریش هم داره، خود پرچمی و خلقی هم میگیره، به اصول دموکراتیک حزب خلق هم وفادار بوده یک زمانی، اینمی یک دقیقه اعلان میکنه که 247 نفر حاضر است، کسی که 50 جمعه اگه بگیره، برنده است. 50 جمعه اگه اعلان میشه 224 نفر. وقتی که یک کاندید 124 نفر نمیگیره، او برنده نیست. بعد از این ولو تمام ما فعلا بگوییم رحمانی برنده است، طبق قانون برنده نیستن. بعد اینا کمیسیون تعیین میکنن. خب بسیار او سه رای که سرنوشتش مشخص نبود، گفتن او سه رای خب معلوم شد رای نداده بودن. مهم نیست، مهم است که ما 50 جمعه اگر بر اساس نصاب حاضر تعیین میکنیم و من رایگیری دوره 16 را دارم بین قانونی و سیاف دوره 15 است. ما در آغاز نصاب تعیین میکنیم، بر اساس این نصاب ما 50 جمعه یک میکشیم. آقای رحمانی وقتی که رئیس اعلان کرد که 1247 وکیل حاضر است و 50 جمعه یک میشه 124، نه آقای رحمانی نه آقای اصولی اعتراض نکردن. آقای رحمانی باید میگفت که این رئیسه، ما در آغاز نمیتونیم که اکثریت 50 جمعه یک تعیین کنیم، شما صبر کنین. وقتی رایگیری خلاص شد ما رای شماریش میکنیم، بر اساس رای استعمال شده ما 50 جمع اگر تعیین میکنیم در او زمان برنده اعلان میشود. اما این اعتراض اصولی نکد و نمیتونه، چون قانون ما اصول وظایف واضح است. بعد وقتی 124 رای نیاورده بود، رحمانی گفت که باید بر اساس رای شمارش رای استعمال شده ای کار شود که خلاف اصول وظایف داخلی است و خلاف قانون است. رئیس آقای دهخانپور چی میکنه؟ اعلان میکنه که چند وکیل هم میخواید که ما میریم در اتاق جلسه میکنیم، در ضمن نام منم گرفت. من گفتم او رئیس صاحب این خلاف قانون است که ما بریم جلسه کنیم. شما اگر بیسواد حقوقی هستین، پارلمان مشاور حقوقی داره، شما مشاورین حقوقی رو بخواید پرسان کنید که جلسه چیست. بعد اینا رفتن کمیته ساختن که 5 نفر به طرف، 5 نفر از اصولی، 5 نفر از آقای رحمانی. این نتیجه نداد. بعد یک کمیته دیگر ساختن 27 نفر. این 27 نفر اعلان کردن که 27 نفر با 2 ثلث باید تصمیم بگیره، تصمیم خود به روسی جرگه بیاره. این کمیته 2 ثلث نداشت، یعنی 2 ثلث تصمیم نگرفتم. 16 نفر تصمیم گرفتن، 11 نفر مخالف بود. بنابراین این 2 ثلث نمیشود. از دید من تمام کمیته و کمیته بازی، تمام مشوره و مشوره بازی خلاف اصول وظایف داخلی است. ما در آغاز کار وقتی که قاعده یا قانون بازی را تعیین میکنیم، باید ما به مو استاد باشیم، به خاطر که ما قسم خورده بودیم، دست خود روی قرآن گذاشته بودیم یک روز پیش که ما قانون افغانستان قوانین قانون اساسی افغانستان تطبیق میکنیم و احترام میگذاریم. اصول وظایف داخلی واضح و روشن است. وقتی که اعلان میشه در آغاز 247 نفر حاضر است و 50 جمعه یک میشه 124، به هر دلیلی که یک کسی 124 نمیاره او برنده نیست. ما ایره در دوری قبلی هم دیدیم، میتونست که آقای سیاف در او زمان 119 رای آورده بود، او هم میتونست بگوید که من از آقای قانونی بیشتر رای آوردم، بنابراین من برنده هستم، یا در دوری 15. اما اونا حداقل با همه صفات بدی که داشتن، حداقل اینقدر به حیا و بی‌شرم نبودن که علنی میگفتن که نه ما این قاعده را قبول نداریم. اگر آقای رحمانی قبول نداشت، باید هم ساعت اول میگفت که نه شما 50 جمعه یک اعلان نمیتونید، چون ما رای گیری نکردیم. شما باشین، رای گیری خلاص شد، رای ها را حساب میکنیم، بر اساس رای حساب شده ما 50 جمعه یک تعیین میکنیم. فاجعه افغانستان این است که رهبرانشان، نخبگانشان در طول تاریخ، چی جهادیست، چی چپیست، چی کمونیستیست، چی اماراتیست و چی ماویستیست، چی دموکراسی و حقوق بشر است، وقتی که قانون به نفع نباشد،
نه قرآن میشناسن، نه قانون میشناسن، نه ملت میشناسن. خب آقای بشار دوست، بیشترین جنجال ها بر سر یک رای است که همچنان گفته میشه فقط یک نقطه در این رای وجود داره. چه فکر میکنید؟ از نظر شما این یک رای که همچنان طرفداران آقای کمال ناصر رسولی میگن که باطل است و طرفداران آقای میرحمان رحمانی میگن که نخیرنه این رای باطل نیست بلکه رای درست است، از نظر شما این رای رای باطل است یا اینکه رای صحت داره؟ ما قانون داریم، ما عرف داریم. حالا میشه که نظریه خودتان در رابطه با این رای ببین. در قانون انتخابات آمده که در بالای پارلمان هم تطبیق میشه، بالای هر انتخابات تطبیق میشه. در قانون انتخابات آمده که در ورقه رایگیری، در ورقه رایدهی کوچکترین نقطه، کوچکترین تکمار، کوچکترین چلوپا، کوچکترین ساسه‌ای غیری در خانه‌ای که برای تایید و یا رد پیش بینی شده، در هر جایش که یک علامه دیگر باشد، از نظر قانون انتخابات او لغو است. ما 250 وکیل اگر بگوییم این ورقه باطل نیست، از نظر قانون باطل است. ما باید قانون خود مراعات کنیم. وقتی قانون ما مراعات نمی کنیم، ما به چگونه به حالت می رسیم؟ یعنی اگر شما بگین که از لحاظ قانونی یک رای باطل است، به خاطر که هر در ورق رای گیری بجز در خانه ای که برای رای گیری تعیین شده اگر چیزی باشد، هر چیزی که باشد در هر انتخابات او باطل است. از طرف دیگر دقیق نشانه که گذاشته میشه به خاطر پیسه گرفتن است، به خاطر که سند میدن. او سه تا رای که گفتن، میگن که رای اینجا میگرفتن، کاغذ میگرفتن، تک مارک میکردن، در بیرون میبردن، به منفری که پیسه توزیع میکرد نشان میداد که ما اینا به می فرد شما رای دادیم که به ما پیسه بدین، و بعد او رای سه ورق نتونستن در داخل به وقتش بگذارن. سوال اینجاست که سه ورق از کجا پیدا شد؟ 247 نفر حاضر بود، در آخر حساب میکنن که 244 نفر است وقتی رای دادن، و ورق رای گیری که کسایی که آمدن ورق گرفتن هم 247 تاست، وقتی که حساب میکنن 244 است. بعد از اینکه دارچیف میرن این سه ورق دوباره پیدا میشه، مثل که جند و پری ایره داخل کرد. چگونه ممکن است که تمامی او کامرا، تمامی او حساب موشه، دو منشی استاد است، سه چهار نفر از پارلمان استاد است، یکی یکی کاغذ ها را میگیرن، ایره نشان میده، ایره حساب میکنن، چگونه یک دو زمان 244 شد؟ بعد یه وقتی رفت دارچیف، آرشیف من میتونم که دارچیف 10 تا ورق بندازم، رای بندازم. بنابراین مشکل ما است که ما قانون خود بپذیریم، ولو قانون ما خراب باشد، بعد قانونا تعدیل کنیم که قانون بهتر داشته باشیم. ما میتونیم که در اصول وظایف داخلی خود این بار تعدیل بیاریم که بعد از این رئیس ولسی جرگه بر اساس رأی حاضر نه، بر اساس رأی استعمال شده و بعد از آخر رأی گیری اکثریت معلوم میشود. من نمیدانم که رئیس موقت، وقتی رئیس موقت جلسه میشه 124-23، رئیس مجلس در چوکی خود باید بالا نمیشود، اونمو زمان اعلان میکرد که آقای رحمانی برنده است یا آقای رحمانی بازنده است. این میره در اتاق با وکلا پوسپوسک و پوسپوسک که ما را خواست، ما گفتیم خلاف قانون است، میره بعد از اون میاد اعلان میکنه بر اساس رای استعمال شده. بر اساس کدام ماده شما این اعتراض میکنید؟ خب آقای بیشتر چه فکر میکنید؟ علت اساسی در چی است که این تنش های مجلس قدر بدرازه کشیده شد؟ و اینکه آیا فکر میکنید که انتخابات به دور دو میره؟ علت اساسی مسئله قومی است، مسئله مذهبی است، مسئله تنظیمی است، مسئله پول است، مسئله مقامات دولتی است. چوکی رئیس ولسی جرگه فرد سوم کشور است از نظر مراتب، از نظر قدرت و زور آزمایی و قانون و تفکیک قوا بر اساس تئوری مونتسکیو غرب، فلسفه غرب از پارلمان، نه اینکه فلسفه دیگر باشد، ارسطو و مونتسکیو و جان ژاک روسو، نفر اول است رئیس ولسی جرگه. من وقت آقای قانونی رئیس ولسی جرگه شد، با من برش گفتم که شما با می پای لنگ و اسای لنگ خود کرزه میتونید به زانو در آورین، به شرط اینکه آلوده نشوین، اما متاسفانه این کار را نکردن. حالا هم کسی که رئیس ولسی جرگه می شود، ما میتونیم رئیس جمهور محکمه کنیم، ما میتونیم رئیس قاضی القضات محکمه کنیم، به خاطر است که چوکی ولسی جرگه. خب چوکی بسیار مهم است. انتخابات به دور دو میره یا اینکه این تنش حل میشه؟ معلوم نیست که B52 چی میگوید، آمریکایا چی میگوید، چون آخری حرف آمریکایا میزند، بعد از او دلار حرف میزند که دلار چی میگوید به وکلا، چون متاسفانه من بسیار یعنی فکر میکنید بسیار با مداخله کردن آمریکایا تنش های مجلس حل خواهد شد؟ آمریکایا اگر بگه سیاه سفید است یک کشور،
اونم سیاه سفید میشه به خاطر که رهبران و نخبگان و بزرگان کشور میسه که عین و غین. من شما یاد دارین که عبدالله میگفت که 2 میلیون رای غین تقلب کرده، من یک سنه حکومت تقلبی رو نمیپذیرم. غین میگفت که من یک سنه شرکت سامی رو نمیپذیرم. وقتی امیتاب بچن آمریکا جان کیری آمد گفت نه شما تو خویم بپذیر، یم بپذیر، اردوش یک دهره در آغوش گرفتن. آل خود جان کیری رفته، امیتاب بچن رفته، ولی پومپیو آمده. پومپیو بیشتر به سلمان خان ایندی میمانه و چاخ و فلان. این بار فکر میکنم ممکن است سلمان خان بیاد و یکی دلار. من بسیار مایوس شدم. وکلا میامد با من میگفت بشار دوست صاحب در زمان کمپاین ما یک شعاری مایی بود که با ما رای بدین ما بشار دوست ثانی میشویم، با ما رای بدین که بشار دوست کس ما هیچ قط نمیتونه، بشار دوست کس کشیده نمیتونه. امروز اینمی وکلا که این وعده ها رو داده بود یا ساکت هستن یا متاسفانه به نفع مسائل قومی و مذهبی و زبانی را دامن میزنند. این مشکلی اساسی کشور ما است که در قصه ملت مردم نیست، چون ملت و مردم در قصه خود نیست. اما طور که من گفتم تو به کسی رای دادی که با او هیچ رفت نداری. آقای بشردوست، حالا که این تنش های مجلس که بسیار بدرازا کشته شد، چرا در این زمینه ارک هیچ اقدامی نمیکنه تا این معضل حل شود؟ به احتمال قوی اقدام کرده، از روز اول اقدام کرده. وقتی که آقای رحمانی کنفرانس مطبوعاتی دادن بر اساس تجزیه و تحلیل من، افراد که اقدام کرده، باز چرا این تنش ها تنوس هم جریان داره؟ بخاطر که ارگ امروز قدرت نداره که منشی خود کنترل کنه، بخاطر که ارگ نیست، ارگک است. به خاطر که اول دو تا پادشاه داریم، عین و غین. وقتی من میگویم نه به خاطر که عبدالله و اشرف غنی است، عین و غین نامشان است، به خاطر که یک دولت که دو سر داشته باشه. شما تصور کنید در فامیلتان دو تا پدر داشته باشید، یک پدر یک چیز میگوید، پدر دیگه چیز دیگه میگوید. امروز قدرت رئیس جمهور و امثال هم هر کدام اینا عین برای خود کمپین میکنه، کار میکنه، غین کار میکنه، رهبرای جادی کار میکنه، چپی کار میکنه. آقای فاروق وردگ نماینده حکومت در پارلمان است، در دو روز ورش جرگا آمده بود، در جنجالا شریک بود. خود 100% اینا مداخله میکنند. اما طور که من گفتم شاید که قدرتشان به اندازه قوی نباشد که حریف چپه کنند. بنابراین به خاطر این است که من میگم ممکن است سلمان خان آمریکایی مجبور شود که مداخله کنه. همچنان آقای بشردوست گفته میشه که در داخل مجلس بعض حلقات وجود داره که نمیمانن که دو طرف مداخله میکنن، نمیمانن که دو طرف با هم به یک نتیجه برسن. فکر میکنید این حلقات کی هان؟ این حلقات وکلاست. ما خود ما میشنیدیم، ما خود ما میدیدیم. تعداد میامد میگفت بیشتر فکر میکنید کدام وکلا هستن که تنش را در مجلس ایجاد کردن؟ تعداد متاسفانه تعداد است که میگوید که آقای اصولی پشتون است، ما هزاره پشتون، ما هزاره و تاجیک ازبک که ما را اصولی مهاجر خواسته خوانده، این نباید چی شود. تعداد دیگه میاد که آقای رحمانی ای از نفرای آمریکاست، ای بگرام پاک میکرده، ای از جهادی هاست، از جمعیتی هاست، اینا خون ما را ریخته، اینا نباید که به چوکی برسند. تعداد وکلا است که قرآن و قانون برایشان اهمیت نداره. منافع قومی به اصطلاح که پشت سرش منافع شخصی است، منافع مذهبی خود میبینن، منافع تنظیمی خود میبینن، منافع سمت میبینن که از فلان منطقه افغانستان است یا از فلان منطقه افغانستان است. برای من وحشت زده این است که نخبگان مردم، نمایندگان مردم، حرفایی که من میشنوم او بدماشای سر کوچه، من سر شکر میکنم او بی سوادای سر کوچه، هزار بار من به او شکر میکنم. او شرف داره، عزت داره، او منافع بالاتر از قوم میبینه. یک مچیره که من صحبت میکنم، خدا شاید است که هیچ وقت به من نمیگه که این پشتون است، این تاجیک است، این هزار است. میگه کم سرک منو بسازه، برای من کار پیدا کنه، آدم صادق باشه، حیثیت و عزت و ناموس افغانستان بالا ببره. اما در پارلمان کسایی است که فقط به اصطلاح قوم، نه این که در قصه قوم باشه، قوم، مذهب، زبان یک وسیله است. امروز وکلای هزاره لانکروزر زیر پایش است، اما قومش در غار زندگی میکنه. وکلای پشتون لانکروزر و قصر داره، اما قومش زیر خیمه زندگی میکنه. وکلای تاجی خدا شاهد است که بعضشان نان گندم ندارن، من خودم میشناسم، و اما وکلایشان قصر و کاخ داره، حساب بانکیشان عین چیز ازبک و پشهی و رهبران و نخبگانشان. قوم، مذهب، دموکراسی، حقوق بشر، جهاد، امارت، سوسیالیسم، کمونیسم، پرولتاریا برای دوزخیان که ما نامش بگذاریم فقط یک وسیله است که جیب خود چگونه پر کنه، کاخ چگونه بسازه، خونی هم قوم خود بیمکد. امیدوارم که مردم ما این هوشیاری را پیدا کنه، این را بفهمه که یک چاشت پلو 24 ساعت هضم میشه. شما در جریان صحبت های اول تا همچنان ذکر کردین که رئیس مجلس را دونان ها و همچنان پل تعیین میکنه. چه فکر میکنید تعیین شدن پل در مجلس چقدر میتونه انتخابات مجلس را زیر سوال ببره؟ از نظر حقوقی، از نظر قانونی، ولو یک افغانی توضیح شود،
رای یک وکیل که بخری یکی به چی معناست؟ این به این معناست که اراده یک انسان خریدی، شرف و عزت یک انسان خریدی. هرچند وکیل ممکنه متوجه نشود که شرف داره، عزت داره، اراده داره، و او وکیل متوجه نشود که حداقل 1000-2000 موکل برش رای داده، و این نه تنها خودم میفروشه بلکه 2000 موکل خودم میفروشه یا 10000 موکل خودم میفروشه. بنابراین یک رای خریده شده باشد از نظر قانونی انتخابات لغو است، باید به سرنوالی نامعرفی شود، باید به زندان رفته شود طبق قانون و انتخابات. اما در انتخابات در افغانستان متاسفانه رسم این است که رای خریدن یک افتخار است، رای خریدن نشانه بزرگیشان است، کاکه است. به من میگوید بشه دوست فلانی کاکه است، رای میخره. او برادر او چور کرد، تو را چپاول کرد، تیل استفاده میکنی بیکیفیت وارد کرد، گازت بیکیفیت وارد کرد که بعضی وقتها در خانه ما میبینیم که سوختگی هایی وجود میاد، افراد میسوزه. من در شفاخانه استقلال تخصص داره، چند بار رفتیم میبینیم که رویش نیست. چرا؟ به خاطر گاز بیکیفیت، به خاطر که تیل بیکیفیت. کی؟ اینمی افراد. دوای بیکیفیت به عنوان مثال، اینمی افراد است که با همی پولی که از خون می مردم میمکه ای را ذخیره میکنه، در جیب خود میکنه، وقتی انتخابات آمد اونمو مردم بدبخته که فکر نمیکنه اونمو مردم میخره. کل مردم نه، باز من تاکید میکنم که 30% حداقل مردم است که به ما رای میدهد یا به بچهای پاک رای میدهد، دخترها و بچهای پاک رای میدهد. یعنی 30% اگر 50 جمع یک شود، یک انسان پاک، صادق، متخصص هم در ارگ میرود، هم در پارلمان وارد میشود. او زمان نه جان کری چیزی گفته میتونه، نه پامپیو، نه ایران و آیسای و فرانسه و آلمان، خودی کشور عزت و شرف و آبرو و آسایش خود پیدا میکنه. این تنش هایی که در مجلس وجود داره، اگر به زودترین فرصتی تنش ها حل نشه، از نظر شما جایگاه مجلس چقدر نزد مردم پایین میآید؟ مجلس جایگاه نداره. وقتی یک کسی که عزت نداشته باشه، جایگاه نداشته باشه، یک فرمول اجتماعی وجود داره، میگه کسایی که چیزی ندارن که از دست بدهن، در هر کار دست میزنن که چی را به دست بیارن. وقتی که اینا متاسفانه ندارن، یک وکیلی که عزت داشته باشه، وجدان داشته باشه، شرف داشته باشه، آیا خود میفروشه؟ یک وکیلی که عزت داشته باشه، شرف داشته باشه، عقل و منطق داشته باشه، روی قرآن شریف دست گذاشته باشه، سوگند خورده باشه که قانون خود ما رعایت میکنه و قانونش میگه که در رایگیری شما منافع ملی، منافع اسلامی را در نظر بگیرین، این مسئله قوم و زبان و مذهب و تنظیم و منطقه را دامن میزنه، بنابراین چیزی نداره که عزیز بده. بسیار کوتاه اگر اشاره بکنیم، با این همه شروع مجلس خواب و تالش ها و تنش های زیاده بود، فکر میکنین دور دهم مجلس را چگونه ارزیابی میکنین؟ بسیار کوتاه اگر اشاره بکنین، چون من میترسم که در افغانستان همونطور که رسم است، نه تنها در پارلمان بلکه در حکومت، در قوه قضاییه، اما فرمولی است که خدا کفنکش سابق ببخشه. تشکر آقای رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان، از حضورتان به برنامه. دوباره بعدی می برنامه خوش آمدید. عاملان اقتطاف و قتل مهسا هر یک به 30 سال زندان محکوم شدند. هیئت قضایی دادگاه ابتدایی سجاد آقا و روح الله، دو متهم پرونده مهسا را بر اساس یافته هایشان به 30 سال زندان محکوم کردند. خانواده مهسا فیصله دادگاه را در مورد این دو متهم قناعت بخش نمی دانند و خواهان اعدام این متهمین از سوی دادگاه اند. در این مورد همکارم دیانا صمدی گزارش را آماده کرده، گزارش با هم یک جا می بینیم. دوباره برمیگردیم. اینجا دادگاه ابتدایی عاملان قتل و آدمربایی مهسا کودک 6 ساله علنی شد. دادستان معذب بر این پرونده هر یک روح الله و سجاد آقا را بر اختطاف و قتل مهسای 6 ساله متهم می کند. متهمین فوق الذکر را در اتهام اختطاف منجر به قتل طفل خردسال طبق حکم ماده 598 کد جزا با در نظرداشت ماده 547 کود مذکور و با رعایت موادات 218 و 219 کود جزا محکومین به مجازات نموده. اما وکیل مدافع سجاد آقا و روح الله میگوید که آنان خودشان را به حوزه پلیس تسلیم کردند، اما از سوی پلیس مورد لاتکوب قرار گرفتند. حوزه مربوطه برایتان چشم پوشی و این عمل کرد غیر قانونی فیش دروغ تحلیل داشته که معاکلین سجاد آقا و روح الله از طرف احلی لاتکوب گردی است. با این حال وکیل مدافع مهسا نهادهای کشفی را در کوتاهی روی چگونگی رسیدگی و بررسی بر این پرونده مقصر می کند. مطمئن است محل وقوع جرم هم دکان نبوده، ولی حال ما چیزی برای این نداریم چون مراجع کشف
آدم ربایان محساک بیشتر از 19 سال عمر ندارند، اما اکنون از این عمل خود اظهار ندامت می کنند. سرانجام دادگاه ابتدایی جزایی عاملان اختطاف و قتل مهسا را به 30 سال زندان محکوم کرد. هر واحدتان را به مدت 30 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم. اما خانواده مهسا خواهان اعدام این متهمین از سوی دادگاهند. تا آخرین قدری خونم عدالت خواهی میکنم و میخوایم که اینا به سزای مالشان برسن. چرا دردی را که خانواده مهسا احساس میکنه نمیخوایم هیچ نفری، هیچ کسی، نه در افغانستان، در هیچ جای دنیا احساس کنه. این آدم ربایان پیش از قتل این کودک از خانواده اش $300,000 آمریکایی خواسته بودند، اما عدم توانایی خانواده مهسا در پرداخت پول سبب شد که آدم ربایان وی را به قتل برسانند. برای بحث بیشتر در این مورد آقای باقی سمندر فعال مدنی در استودیو با ما هستند. سلام آقای سمندر، به شما خوش آمد به برنامه. سلام با شما، صبح بخیر. ممنون. آقای سمندر، میشه که در نخست بگوین فیصله دادگاه عالی در رابطه با قتل مهسا دختر خردسال چقدر عادلانه است؟ سلام به روان مهسا، سلام به خانواده مهسا، یاد مهسای گلگون که فرهنگ رومی بود. فیصله دادگاه به نظر من عادلانه نیست. 30 سال حبس نمیتونه دوباره مهسا را زنده کنه، نمیتونه درد و رنج و غم پدر، مادر و خواهر مهسا را تسکین کنه و نمیتونه هرگز در داخل جامعه راه جنایت را بسته کنه. بحثی که در سطح بین‌المللی و در افغانستان مطرح است، بگذشتای دور در قرن پیشتر کارل مارکس میگفت که من مخالف اعدام هستم. گفتین که فیصله ای که دادگاه عالی داشت اصلا فیصله عادلانه نبود. همچنان خانواده مهسا، طفل خردسال هم خواستار ازی شدن که باید قاتلین مهسا باید اعدام میشد و از فیصله محکمه ناراض بودن. فکر میکنید از نظر شما گزینه بهتر چی خواهد بود؟ من بیشتر میخواستم بگویم که بحث در قرن 19 اروپا وجود داشت و حالا می بحث تقریبا مسلط شده که اروپا. بحث کارل مارکس مطرح کرد که اعدام باید نفی شود، در نفی اعدام مقاله نوشته کرد، کسایی قبول نمی کردن. امروز در مجموعه کشورهای اروپایی ضد اعدام هستند، تنها در امریکا طرفدار اعدام هستند. این بحث حقوقی قضیه است. در داخل افغانستان ما می بینیم وقتی خانواده مهسا می خواهد که قاتلین فرزندشان به سزای اعمالش برسه، سزای اعمالش اعدام میدن. غیر از اون میگه ما یا خودم میکش میخواد در میتیم. درد را که خانواده مهسا داره او درد من ندارم. متوجه هستین؟ آتش را جایی که میستد سوز آتش را اونی میفهمه. به باور من خانواده مهسا استاد است، میگه یا این نفر بشر مجازات گرفتار شود، کیفرش اشد مجازات باشه. دو تا جنایتکار که هستن که من 19 ساله است، سنشون زیادتر از اوست، اما بخاطر که جزا شده که 19 ساله میگن اشد مجازات یعنی اعدام دیگه معنا نداره. خب چه فکر میکنید اگر این دو فرد به اعدام محکوم میشد چقدر ثبات اجتماعی به میان میامد؟ اگر این دو نفر به اساس خواست پدر مهسا، خانواده مهسا اعدام شود، یک راه در درون جامعه، در این جامعه که زور گفته میشه، قطع میشه. بچه جوان، دختر جوان مورد تجاوز قرار نمیده. شما در جزئیات اگه برین، مثلا دمی چند روز پیشتر گزارش بیرون اومد که 15 جنایت ثبت شده در سناری وجود داره. تجاوز به دختر، کشتن دختر، محکمه سروایی. این چیزاییست که لویس روال افغانستان و خصوصا مرسیار سب سیناشنا منصور در گفتاشن گزارش شدن. اداره در داخل افغانستان یک رواج وجود داره،
که وقتی یک نفر زندانی میشه محکوم به اعدام میشه یا غیر اعدام محکوم میشه باز اینا عرایض پیش کردن شوید بر رئیس جمهور یا به رئیس اجرایه یا یک کس دیگه باز اینا حبس را کم میکنن در عید رمضان، در عید قربان، در نوروز، به خاطر 7 سور، به خاطر 8 سور، به خاطر 9 سور، هر چیز اساس تو اینا کم میکنن. روز جنایتکار پس داری سرک میبره و میگه ما هیچ کار نکردیم. ترس از این وجود داره. این ترس است نه که اگر این جنایتکار پس در بازار بیرو بره باز چند تا دیگر اختطاف میکنن. چند تا دیگر میبرن. چند تا مهیسا دیگر تشکر آقای سمندر. برنامه آغاز روز هم در همین جا به پایان میرسد. تشکر از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر وقتتان خوش. خدا نگهدار.